سلام و سلام خدمت شما بیننده های عزیز، امیدوار هستم که جور و سهرمند باشین و یک روز خوب سپری کرده باشین و میریم طرف آجاها. سلام آجاها، خوب هستین؟ علیکم السلام، سلامت باشین. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بچه های خوب و نازنین بیننده برنامه مهربانی ها. امیدوارم که انشالله جور و صحتمند باشین انشالله. بله آجاها، در قدم نخست اگه موافق باشین میریم اولین سوال خدمت میریم. خیلی خوب. میخواستم بپرسم که از دیدگاه اسلام جایگاه مادر بالاست یا جایگاه پدر؟ بله دوستای عزیزم، خواهر عزیزم ما پرسیدن گفتن که از نگاه اسلام جایگاه پدر بالاست یا از مادر؟ بفرمایید. آجا عرض بکنم، ببینید بچه ها، سوال خیلی خوبی هست. دوست داشتنی پدر و مادر از کارهای خیلی مهم و کارهای ضروری هست. از دیدگاه اسلام جایگاه پدر و مادر هر دو بالا هست و هر دو احترامش واجب هست، و اگر خدای نخواسته به احترامی به هر دو بکنیم، هر دو تا گناه بزرگ هست، چی به پدر چی به مادر. چون در قرآن میفرماید که و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر احسان بکنید، یعنی به هر دو احسان بکنید. و در جای دیگر میفرماید ولا تقل لهما اوف، بروی پدر و مادرتان حتی اوف هم نگویید. ما بچه های عزیزی که پدر و مادرهایتان رو خیلی دوست دارین، احترام دارین، دیگه جایگاهشون از دیدگاه اسلام هر دو تا بالا هست. هیچ کدامشون نسبت به همدیگری از نظر پدر و مادری برتری ندارد. هر دو تا پدر و مادری فرزندا هستند. بسیار عالی حاج آقا. میریم سوال دوم رو میبینیم و زود پس برمیگردیم. سوال ما است که در جایگاه تعلیم و تربیه در اسلام چیست؟ تعلیم در اسلام تعلیم بهتر است یا تربیه؟ خب دوستکای نازنین، انشاءالله که سوال دوم شنیده باشین و آج آقا بفرمایین. بله بچه هایی که این سوال هایی که میکنن واقعا اینها تعلیم دوست و تربیه دوست هستن و سوال کردن که جایگاه تعلیم و تربیه چیست و کدام یکی بهتر هست. ببینید تعلیم و تربیه هر دوتا خوب هست و هر دوتا بهتر هست. بعضی ها میگن که تعلیم و تربیه هر دوتا مهم است، یعنی هر دوتا مهم هست. بعضی ها میگن که نسبت به تعلیم تربیه مهمتر هست. مثلا ممکن است یک بچه که دور از شما بچه ها، دور از جمع شما بچه ها، بعضی بچه ها ممکنه تعلیم داشته باشه، یعنی سواد خواندن داشته باشه، تعلیم مکتب رفته باشه، اما تربیه نداشته باشه. این خیلی کاری بده هست. به این دلیل میگه که تربیه بالاتر از تعلیم هست. بنابراین ولی هر دوتا مهم هست، مهمترش تعلیم هست. بله بسیار تشکر راج آقا. اگه موافق باشین میریم سوال سوم میبینیم. من سوال داشتم که آیا نقل کردن در امتحان از نظر اسلام حکم شرعی داره یا نه؟ دوستکای نازنینم، سوال دیدین شنیدین، پس حالا آج آقا جواب سوال برتان میده. بفرمایید آج آقا. عرض بکنم که این سوال دیگه از سوالهای گذشته کرده جالب تر هست. سوال کردن که نقل کردن در اسلام حکم شرعی داره یا نداره، یعنی مثلا در وقت امتحان از همدیگر اگر نقل بگیرن برای کمک، اینها آیا حکم شرعی داره یا نداره. خب درست نیست این کار. خب مثلا به چه دلیلی درست نباشه؟ به خاطر اینکه اگر یک همصنفی به همصنفی دیگر خود نقل بده، در واقع هم به خود خیانت کرده و هم به همصنفی خود و هم به همصنفی های دیگر. ممکنه یه آدم که مستحق نمره عالی نیست، خب نمره عالی رو ببره و او کسی که واقعا از به قدرت مطالعه خود، به زور مطالعه خود مثلا همه سوال ها رو حل میکنه، او دیگر نمره عالی رو باید ببره، به حق او ممکنه ظلم بشود و این کار درست نیست از نظر شرعی، یعنی جایز نیست بالاخره. خب بسیار عالی آج آقا و تشکر. حالا میریم سوال چهارم رو میبینیم و زود پس برمیشه. اخلاق در جامعه چه رول دارد؟ بله دوستکای نازنینم، خوار عزیز ما پرسیدن گفتن که اخلاق در جامعه چی نقش داره؟ بفرمایید آج آقا. عرض بکنم که اخلاق در جامعه خیلی ارزش دارد، نقش اساسی رو داره. آدمی که اخلاق داره همه او را دوست داره، همه دور او جمع میشه، همه به حرفای او گوش میده. کسی که اخلاق نداره همه از او متنفره، حرفایش هم قابل اعتبار نیست.
پس اخلاق در جامعه نقش اساسی را داره. حالا موارد اخلاق که چی مواردی مربوط به اخلاق میشه، اونا را دیگه در برنامه‌های قبلی هم ما یادآوری کردیم، ان شاءالله در برنامه‌های بعدی هم شاید روی از این موضوعات بحث بکنیم ان شاءالله. بله آقا، آخرین سوال می‌بینیم و زود زود بحث برمیگردیم. غیر روزه مبارک میاشته سخد نور و ورز و روزه نیول سمره ثواب لری؟ بله دوستای عزیزم، آخرین سوال یک خواهر عزیز ما پرسیدن در زبان پشتو، گفتن غیر از ماه مبارک رمضان اگر ما روزه بگیریم ثواب داره یا خیر؟ بفرمایید آقا. بله ببینید بچه ها، گفتن که غیر از ماه مبارک رمضان ما اگر روزه بگیریم ثواب داره یا نداره. بله ثواب داره، شرطی که مثلا قدرتش رو داشته باشد و ضرر دیگه نداشته باشد، اجازه پدر و مادرش هم باشد، خب ثواب داره. در غیر ماه مبارک رمضان هم یکی ما میگیم اجازه پدر و مادر، یعنی بر کسی که روزه واجب نشده رضایت پدر و مادرش هم اونجا شرط است. بر اون کسی که روزه واجب میشه دیگه اونجا رضایت پدر و مادر لازم نیست، دیگه او واجب هست، از طرف خداوند باید روزه خود بگیره. منتها در غیر ماه مبارک رمضان، خصوصا ماه رجب، ماه شعبان که مامان معصوم ما خیلی روزه میگرفتن، روزه بگیریم خیلی ثواب زیاد دارد. خداوند به شما توفیق بدهد در اون موقعی که روزه گرفتین به ما هم دعا بکنید ان شاء الله. بسیار تشکر. حالا وقتی رسیده که با دوستکای نازنینم خدافظی کنیم. بسیار تشکر آقا، بازم در برنامه ما اومدین و دوستکای نازنینم از این که بیننده و شنونده برنامه‌تون بودین جهان سپاس. مواج آقا را از دعایتون فراموش نکنین. روزتان خوش و خدا حافظ.